آقای امینی سلام و عرض ادب. بنده هم سلام میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان محترمتون. زنده باشید. جناب امینی، با توجه به اوضاع پیچیده مردم شیعه لبنان و حملات پی در پی اسرائیل، فتوای مرجعیت آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر لزوم کمک مؤمنین به مردم لبنان و جواز استفاده از سهم امام در این زمینه، چه اقدامات مؤثر دیگری برای حمایت مؤثرتر از این شیعیان مظلوم میتوان در نظر گرفت؟ بفرمایید. ابتدای وقت داشته باشم یه مقدمه خدمتتون عرض کنم. ما با توجه و پشتوانه آیات قرآنی همچون آیه سوره 90 سوره نه 25 حدید آیه 2 و 42 مائده و آیات دیگه و همچنین به آیه 71 سوره توبه که میفرماید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و همینطور با پشتوانه به روایات عدیده که اگر مسلمانی به امور مسلمین اهتمام نورز مسلمان نیست یا اینکه باید یار مظلوم بود و دشمن ظالم و همینطور با تکیه به اوامر مرجعیت عالی که مبتنی بر همین اصول در دفاع از حریم مسلمین و مؤمنین و بیداری جامعه مسلمین و به کمک به هم نوعان خود اشاره میکنند. در مقابل نیز آیه هم داریم که نشان میده که از آینده کفار و گذشته کفار چه خواهد بود و چه کار میکنند. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير. یعنی همونطور که اونها اولیاء بعض هستند، مؤمنین هم باید همیشه اولیاء بعض باشند و با توجه به فرمایشات مقام مرجعیت که اشاره به همین مطالب دارن، ما باید بدونیم در مقابل حوادث تلخی که برای جامعه بشری رخ میده، بعضی اوقات جنگ و خونریزیه، بعضی اوقات جنگ عقاید و منافع ملیه، بعضی اوقات حوادث مغرضانه است، بعضی اوقات حوادث طبیعیه و متاسفانه الان جامعه مسلمین در بعضی نقاط به جنگ و خونریزی افتادن و این امر واقعا اولویت پیدا میکنه تا هر چه زودتر جلوگیری بشه، خصوصا اگر جنگ نابرابر باشه. بله، و نیاز به کمک های جمعی جناب امینی، ممنونم از اینکه از شهر لندن میهمان اخبار امشب ما بودید.